الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسله درس های تفسیر آیات احکام هستیم. سمستر پنجم. جلسات گذشته در رابطه با احکام وضوء و تیمم آیات توضیح داده شد و تفسیر شد و واژگان و الفاظ مهمی که در این آیات بود هم تفسیر شد. بعد از آن به احکام شرعی آمدیم. ذبائح اهل کتاب، ذبیحه اهل کتاب چه حکمی دارد؟ نکاح با زنان اهل کتاب آیا جایز هست برای ما یا جایز نیست؟ بر علاوه از آن حکم سوم داشتیم، آیا وضوء بر غیر محدث، کسی که بی وضوء نیست، آیا بر او واجب و لازمه که یک بار دیگر وضوء بگیرد؟ حکم مسح سر و مقدار آن را هم گفتیم، مذاهب فقها را برشمردیم و بالاخره جنابت چی است و شخص جنوب چی کارهایی را نمیتونه انجام بده، مزمزه و استنشاق در غسل چی حکمی دارد، مریض و مسافر وقتی که آب پیدا کردن چه کار میکنند، آیا در تیمم مسح یدین تا مرفقین تا بازو تا آرنج ها لازم هست، واجب هست یا نه فقط تا رسخ باشد کافی. بر علاوه از آن درس دیگری داشتیم دقیقا جلسه گذشته، حد سرقت، حد دزدی و قطع طریق. البته متوجه باشیم که حدودی که در قرآن کریم آمده حدود اتفاقی 6 حد است که در قرآن کریم آمده. حد سرقت، السارق و السارقة فاقطعوا أيديهم، حد قطع طریق، قطاع الطریق، کسانی که در زمین فساد روا می‌دارند راهگیر هستند، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. ایدو حد زنا، الزانیه و الزانی فاید لدو کل واحد من هم امیت جلد. سه حد چهارم، حد قذف است، قذف یا قذف به معنای زدن و پرتاب کردن و آن است که شخص بیگناهی را، محسنات مؤمنات را، زنان پاک دامن را به زنا متهم بکنه. و حد دیگر حد شرب خمر است، کسی که شراب بنوشد. و حد دیگر ارتداد هست. البته بقیه باز اختلافی می باشه. حالا حدود و قصاص با یکدیگر چه فرق هایی می توان داشته باشه؟ با طور عموم حدود و قصاص هر دو در قرآن ذکر شده، ثابت است. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین. اما فرقی که بین حدود و قصاص وجود دارد که قصاص حق فرد است، حق شخص، و حدود حق الله می باشد. این فرقی که بین حدود و قصاص است. برای تفصیل به کتاب های فقهی و به فتاوا مراجعه کنید. جلسه گذشته ای آیات کریمه ترجمه کردیم. در این جلسه تحلیل لفظی داریم. صفحه 220 کتاب شما. یعنی برخی الفاظ و واژه هایی که کمی مشکل تر است را توضیح میدیم. از جمله واژه اول یحاربونه. یحاربونه حاربه، یحارب محاربتن از باب مفاعله هست. اصل کلمه حرب، از حرب گرفته شده. حرب به معنای جنگ، ضد سلم، سلم حالت صلح و آشتی و حرب حالت جنگ. اصل در کلمه حرب آن است که در آن به اموال و به انفس مردم تعدی و تجاوز باشد و بالاخره کسی امنیت جاری و مالی نداشته باشد. کسانی که محاربه میکنند، ان الذين يحاربون الله ورسوله، کسانی که با الله و پیامبرش در جنگ هستند. الله قطعا ذات قوی و چیره است، کسی با الله جنگ کرده نمیتونه. البته می توانستند بر علیه پیامبر در همان زمان جنگ بکنند و محاربه بکنند و فعلا که رسول گرامی اسلام هم فوت کردند، محاربه آن است که یک عده‌ای در زمین فساد روا دارند، حالا راهگیری بکنند. به هر حال
خطا و طریق باشند و یا انواع و اقسام فسادهای دیگر که بعدا توضیح میدهیم. این از محاربه، از حرب گرفته شده است. فسادن، فساد ضد صلاح است. هر آنچه که از وضعیت اصلی و خوب خود بیرون شده باشد در آن فساد پیدا شده، دیگر صالح نیست، دیگر نافع نیست. مثلا میگویم که همین غذا فاسد شده است یا همین دوا فاسد شده است، دیگر از آن استفاده صحیح و درست کرده نمیتوانیم. و کسانی هم که در زمین افساد میکنند، راه را میگیرند، مردم را به قتل میرسانند، مردم را مجروح میکنند، اموال را از مردم سلب میکنند، این کسان فساد پیشه هستند در زمین. یقتلو از باب تفعیل، تقتیل، قتل یقتلو تقتیلن، مبالغه در قتل است. خوب کشته شوند، یعنی تا نباشد که بگن برو اینا را کامل اتکوب کردیم گویا کشته شده، نه، باید به قتل برسند. هیچ گونه تساهل در برابر در رابطه با اینها دولت اسلامی روا ندارد. ولی خون هم اینها را عفو نکند. دولت هم در قصاص جدی باشد. کسی به راهگیری میکند، خطا و طریق هست، مردم را به قتل میرساند. میبینین اگه دیگر رازلی همین روزها خصوصا بازارشان گرم است، به حال اختطاف میکنند و یا راهگیری میکنند و دیگران را به قتل میرساند. اینها باید خوب کشته شد وقتی که دولت اینها را دستگیر کرد. یصلب باز هم از باب تفعیل، تسلیب، صلب یصلب و تسلیبن، مبالغه در صلب، یعنی خوب اعدام شود یا چند بار اعدام شود، چرا که امام شافعی بود. مثلا یک بار در مرکز شهر اعدام شود، یک بار در گوشه از شهر اعدام شود، یک بار در تجمع از مردم ولسوالی و اطراف اعدام شود، تا اینکه مردم بفهمند که همین راهگیرها در که امنیت مردم را سلب کرده بودند، خودشان نیز امنیت نداشتند و دولت قوی وجود داشت که یک بلای بر سر اینها آورد. و سلب یا صلیب کشیدن یا اعدام کردن چطور است؟ او را بر چوب به هر حال بالا بکشند و دستهایش نیز باز باشد و احیانا با نیزه هم بر شکم او میزنند که زودتر بمیرد یا بر رانهای او میزنند. البته فعلا خیلی از دولت ها دیگه با وسایلی که دارند اعدام میکنند و نیاز به چوب و اینطور موارد دیده نمیشه. من خلاف، برعکس، یعنی دست ها و پای ها اینها که قطع میشه برعکس باشه، دست راست و پای چپ، یا پای راست و دست چپ. یونفو نفی اصلا به معنای اهلاک میاره، هلاک شدن و از بین رفتن. و همین زباله ها را هم در زبان عربی نفایات میگن، سلت النفایات، سطل زباله، ریسایکل بین. و اصلا او ینفو من الارض، یا از زمین نفی شوند، از زمین طرد شوند، از سرزمین به جای دیگری آنها رانده شوند. خصوصا برخی از حکومت ها همی حالا هم انجام میدن، یک کسی که مخالفشان باشد از یک ولایت او را به ولایت دیگر طرد میکنه، یا از یک کشور به کشور دیگر طردش میکنه. البته باز برای حکومت ها میتونه سنگین باشه. خزیون، خز به معنای خاری، فضیحت و رسوایی. ای خو یک خزی هست ای که نفر کشته شده، اعدام شده است، یا دست پایش بریده شده است. چرا دست پایش بریده شده است؟ چرا او را اعدام کردن؟ به خاطر اینکه راهگیر بود. یک خزی، یک رسوایی برای او میتونه باشه، یک فضاحت، کار خیلی مفتضحی هست. گویا که طرف ذلیل میشه. الوسیله، وسیله کل ما یتوصل به الله من فعل الطاعات و ترک المعاصی، هر آنچه که با آن به الله توسل بجوییم، کارهای نیک انجام بدیم و یا گناهان را ترک کنیم. بار الها، به خاطر نمازهایی که خواندیم،
این روزایی که گرفتم وسیله قرار میدم که ما را از این مشکل و از این مصیبت نجات بده. وسیله با قبرها و گنبدها و زریها نمی باشد، خصوصا این بیماری کووید 19 ملحد سرکشی که آمد. این بیماری خیلی از قبرها و از گنبدها و از زریها را هم حقیقتشان را برملا ساخته. برای کسی کار کرده نمیدونم. قبل از همه این مراکز بسته شد، جاهایی که خیلی تبلیغ میکردن که این جاها مریض ها را شفا میدن، به هر حال مرده ها را زنده میکنند و مراکز شفا هستند و مراکز تجمع هستند و فلان هستند، دیدیم که مراکز این مریضی ثابت شدن و حتی در و پنجره خود را هم نتوانستن نگه دارن. در و پنجره اینها هم به ویروس ملوث شده بود و بالاخره دولت ها مجبور شدن که قبل از همه دروازه قبرها و گنبدها و زریها این مراکز را بسته بکنند. پس مرده وسیله نیست، وسیله عمل صالح است. تقوا و طاعت و صلات، چنان که حبر الامه و ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس میگوید، وسیله کل ما يتوصل به الله من فعل طاعت و ترک المعاصی. نکالا، نکال عقوبت، گرفت. در کتاب لغتنامه المصباح المنیر میآید که نکل به ینکل من باب قتل نکلتا قبیحتا اصابه بنازلت و نکل. نکال گویا که او را درس عبرت برای دیگران ساخته. این نکال است. نکل به، طرف دل خود را بوش شفا داد، شفا بخشید، دل خود را یخ کرد و او را درس عبرت برای دیگران قرار داد. این بود توضیح واژگان این درس، صفحه 220 کتاب شد. بیایم به سبب نزول اخیر صفحه. عنوان درس ما بود حد و سرق و قطع و طریق، آیات 33 تا 40 سوره مبارکه مائده. حالا به اسباب نزول میاییم. البته قبلا هم گفتیم که نیاز نیست که برای هر آیه سبب نزول بوده باشه. احکامی که در زمان رسول گرامی اسلام نازل می شده به سه نوع نازل می شده است. این موضوع در اساسات حقوق سمستر دو وضعی حقوق علوم سیاسی هم توضیح می دهیم. در تاریخ تشریح هم توضیح داده می شود. سمسترهای دو یا سه پانزه شد. و تاریخ تشریح در ضمن مضمون ثقافت اسلامی هم هست. در تمام فاکولته ها خوانده می شود. احکامی که نازل می شده به سه طریق و به سه روش نازل می شده. یک روش و طریق آن بوده که کسی می آمده سوال می کرده، رسول گرامی اسلام منتظر باقی می ماندن و الله متعال پاسخش را توسط جبرئیل می فرستن. یسألونک، در خیلی جا در قرآن کریم دارد، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس. ای محمد، از تو در رابطه با شراب و قمار پرسان میکنن، بگو در این دو گناه بس بزرگی هست، آها منفعتی هم برای مردم وجود داره. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. ای محمد، از تو پرسان میکنن که ما چه چیزی را نفقه بکنیم و خرج بکنیم، بگو آنچه که از نیازهای اصلی شما زیاد است آن را خرج بکنیم، در راه الله به مصرف برسید. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض. از تو در رابطه با مریضی خانم ها پرسان میکنم، بگو آزار زیاد است. پس یک روش آن بوده که بعد از سوال احکام آیات نازل می شود. روش و طریقه دوم آن بوده که اتفاقی می افتاده است، واقعی دو نفر با هم جار و جنجال داشتن، در غزوه اتفاقی می افتاده، قتل صورت می گرفته است، به هر حال مناظره ای بوده و آیات نازل می شود. مثال برای این گونه آیات و احکام نیز مثال های زیاده داریم. از آن جمله و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا. و روز حنین را بیاد آورد، آنگاه که زیاد بودن شما را به تعجب انداخت، اما باز هم شما را بی نیاز نساخت و در این جنگ شکست خوردید. و همچنین بعد از اینکه در غزوه بعد مسلمان ها تعداد زیادی
از مشرکان 70 تن از رؤوس مشرکان را اسیر کردند، با خود گفتند که در رابطه با این اسرا چه کار بکنیم. حالا ابو بکر صدیق گفت از اینها یک مبلغ میگیریم و رهایشان میکنیم. عمر فاروق گفت اینها را به قتل برسونیم. بالاخره رسول گرامی اسلام به مشورت صدیق عمل کردند و یک مبلغ قرار شد از اینها بگیرن. آیات نازل میشه. چرا این کار کردیم؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یفخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا. شایسته پیامبر نیست که اسیر داشته باشد و بعدا از اسیر پول بگیرد. شما پول گرفتید، نباید این کار کنید. مثال های زیادی در قرآن کریم وجود دارد، از آن جمله در سال نهم هجری، تابستان سال نهم، که رسول گرامی اسلام به جیش الاسره به لشکر سختی ها به تبوک می روند، تعداد از مردم می آیند عذر خود را پیش می کنند. به طور عموم منافقی است که در خانه ما کسی نیست، بیوت و نهاره و می خواهیم در این جنگ اشتراک نکنیم اگر به ما اجازه بدید. رسول گرامی اسلام هم خیلی از اینها اجازه بدید. اما بود که آیت نازل می شود. عفا الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین. الله تو را ببخشد محمد، چرا به اینها اجازه دادی؟ تا اینکه متوجه می شدی که کی مؤمن مجاهد واقعی است و کی منافق است و از جنگ سرباز بزن. این مورد دوم بود، نازل شدن آیه و احکام بعد از حدوث واقع. و به طور عموم این دو مورد را سبب نزول می کنید. و به طور عموم آیات قرآن سبب نزول ندارد. خیلی از آیات بدون اینکه کسی سوال بکند، بدون اینکه استفسار باشد، بدون اینکه شکایت باشد، بدون اینکه جار جنجال باشد، بدون اینکه موضوعی باشد، آیات نازل میشه. و البته آیاتی هم که سبب نزول دارد، در پذیرفتن سبب نزول قواعد سختگیرانه محدثین را تطبیق میکنه. میتونه باشد که جلال الدین عبدالرحمن سیوطی در لباب النقول فی اسباب النزول گفته باشد که بله سبب نزول شیعه است و ما هم قبول کنیم. سیوطی متوفای 911 هجری است، قرن دهم، 9-10 قرن بین او و بین پیامبر فاصله بوده است. نمیتونه اصلا سند داشته باشد سیوطی. یا اسباب نزول واحدی نیساوری که داره برای قرن 4-5 هجری است، تو باز کمک بهتر میشه. لذا در کتاب های صحیح حدیثی اگر سبب نزول را پیدا کردیم خوب، در غیر آن صورت دیگه یک روایت هست، از پذیرفتن آن میتونیم که معذور باشیم. صفحه 220 کتاب شما از موضوع کلا بیرون شد. برگردیم به سبب نزول. روایت شده که برخی از عرینه به مدینه آمده. اینها را در کتاب های حدیثی عرنیین میگن، کسانی که از طایفه عرینه بودند. آمدن گفتن ای پیامبر، ما مسلمان شدیم. مردم اطرافی کوچی صحرانشینی بودند. چند روزی در مدینه بودند. فجتبوها، آب و هوای مدینه برای این مردم ناسازگار شد. این کلمه را بعد همینطور ترجمه میکنم. آب و هوای، متوجه هستیم که به بعض شهرها میریم میگیم که والا آب و هوای شهر برای من خوب نیست. احیانا مشکل پوستی به انسان پیدا میشه، جلدی و یا همین که یک مورد دیگر. مردم هم در مدینه چون در شهرها عادت نداشتن و در اطراف زندگی میکردن، آب و هوای مدینه به اینها سازگار شد. رسول گرامی اسلام به این مردم گفتن، به آرنیین، آرنیها، برایشان گفتن همین شترهای صدقه است، شترهای بیت المال، بروید به اطراف شهر مدینه، در آنجا در دشت، در صحرا، در آن جایی شترها را هم روزها به چرا ببرید، ساروان باشید و از البان و ابوال آن هم بنوشید، از شیرها و از ادرار این شترها هم بنوشید. به هر حال در حدیث آمده است دیگه، نیازی نیست که کسی اینجا حرف حدیث داشته باشد. و حدیث در بخاری و مسلم و ترمیزی و ابو داود و نسائی و ابن ماجه آمده. روایت خیلی روایت مشهوری است، قطعا صحیح می باشد. اینها رفتن چند روزی از شیر و از ادرار شترها نوشیدن و خوب چاق و فربه شدن.
صحتمند شدند و ارتدوا عن الاسلام، از اسلام مرتد شدند، ارتداد پیدا کرد، برگشتند. یک ساروان هم از صحابه کرام، رسول گرامی هم را اینا فرستاده بود، او ساروان را هم به قتل رساندند و شترها را هم دزدی کردند و رفتند. رسول گرامی اسلام هرگز اجازه نمیدادند که کسی به مسلمان ها ظلم و ستم را بکند و به طور عموم اجازه هم نمیدادند که جنگ در سرزمین ما باشد. اگر جاسوس ها و ایلچی ها و عیون پیامبر گزارش میدادند که فلان قبیله و فلان طایفه و تیره میخواهند بر مدینه یورش ببرند، رسول گرامی اسلام از همان لحظه لشکر آماده میکردند و چند روز بعد لشکر به دروازه خانه همان قبیله و تیره یا همان شهر بودند. میگفتند چی میخواستیم؟ ما آماده هستیم. اجازه نمیدادند جنگ در سرزمین ما باشد، چون جنگ خرابی به بار میآورد. از نگاه روحی و روانی و سایکولوژی و روانشناختی مردم را زیر تأثیر میاره، مردم ناراحت و پریشان میکنند، منابع آبی را از بین میبرند، باغها را تخریب میکنند. لذا رسول گرامی اسلام اجازه نمیدادند جنگ در سرزمین ما باشد. یک مورد. مورد دیگر، اجازه نمیدادند کسی به یک شخصی از مسلمان ها ظلم و ستم روا داشته باشد و بعدا بدون عقاب و بدون گوشمالی فرار کند. همان لحظه پیامبر علیه السلام از سوارهای مجاهدین را دستور دادند که بروید و اورنین را دست کرد. بعد از یک دو روز اورنین آمدند. اینها در زمین فساد روا داشتند. جواب خوبی را به بدی دادند، به پیامبر خیانت کردند، صحابی که ساربان شترها بود را به قتل رساندند، به شهادت رساندند و حتی چشمهایش را کور کردند و شترها را هم دزدی کردند. گویا یک توهین بزرگ به دولت اسلامی روا داشتند. رسول گرامی اینها را دستگیر کردند، دست و پایشان را بریدند و چشمایشان را هم کور کردند و اینها را در حره، در حره غالبا منطقه شمال مدینه هست، والله اعلم، حره واقعی در آنجا انداختند تا اینکه این افراد مردند. همان بود که این آیات نازل شد: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، سزای کسانی که با الله و پیامبرش محاربه میکنند و در زمین فساد روا میدارند آن است که به قتل برسند یا اعدام شوند یا دست و پایشان برعکس قطع شود و یا از سرزمین تبعید شوند. این کار و این عمل یک خزی، یک رسوایی برایشان در دنیا میباشد. این بود سبب نزول برای آیات 33 تا 40 سوره مائده. البته این سبب نزول که ذکر کردیم از صحیح بخاری گرفته شده است. حدیث شماره 6802 در مسلم و ترمذی و ابو داود هم آمده. بیایم به احکام شرعی. حکم اول: من هو المحارب الذي تجري عليه احکام قطاع الطريق، محارب که حکم قطاع الطريق بر او جاری میشه کی است؟ آیا هر دولت، هر نظام میتواند مخالفین سیاسی خود را به نام محارب اعدام بکند و شکنجه بکند و به قتل برساند؟ به چه کسانی ما میتوانیم محارب بگوییم و چنین حکم سنگینی بر آنها تطبیق میشود؟ از آیه کریمه دانسته میشه که برای محارب، کسی که در زمین فساد روا میدارد، بر او سزای سنگین برای او تعیین شده است. یا کشته می شود و یا اعدام می شود، بردار آمیخته می شود، باز هم کشتن است. و یا دست و پایش قطع می شه تا بمیرد، باز هم کشتن است. و پایین ترین مورد آن است، خفیف ترین، که از سرزمین تبعید بشه. حالا چه کسی را می توانیم محارب بگوییم؟ فقهای کرام در اینجا چه می گویند؟ مذهب امام مالک، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذهب امام شافعی و بالاخره قول راجح را بیان میکنیم. مذهب امام مالک آن است که محارب کسی است که در شهر
و یا در صحرا در بیابان سلاح بردارد و مردم را بترساند. یک عده میبینیم داخل شهر با سلاح موبایل های مردم را میگیرند یا وسیله های مردم را، وسیله های نقلیه را میگیرند و یا به هر حال کوشش میکنند کسی را اختطاف کنند و برو باید. امام مالک رحمت الله علیه میفرماید چه در شهر باشد چه در صحرا و بیابان باشد، کسی که مردم را ترساند با سلاح و میخواست اموال و جان اونها را بگیرد محارب است و حتما باید به قتل برسد. مذهب امام دارالهجره، امام مالک رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرماید که محارب که احکام قطاع الطریق بر او جاری میشه کسی است که در دشت و بیابان یا در صحرا سلاح بردارد و مردم را بترساند. در نواحی شهر، وسط شهر نباشد، در اطراف شهر باشد. اما در شهر این نفر را ما محارب گفته نمیتونیم، به خاطر اینکه مجنی علیهی، کسی که قربانی هست میتواند یک سر و صدای داد و فریاد بکند و کمک به او برسد. همان لحظه شرطه پلیس به کمک او میرسد یا همان لحظه مردم به داد او میرسند و این انسان ظالم و جانی و ستمگر را دفع. البته باز بی‌معنا نیست که این نفر محارب نیست و دولت به او کار نداشته باشه. دولت حتی تعزیرن بنابر مذهب امام ابو حنیفه میتواند که همین نفر که در شهر مردم ترسانده او را اعدام بکنه، او را به قتل برسانه، لااقل دست و پایش را ببره. این بود مذهب امام ابو حنیفه. فرق بین مذهب امام ابو حنیفه و امام مالکی است که امام ابو حنیفه میگه اگر کسی در شهر مردم را ترساند محارب نیست، به خاطر اینکه در شهر به قربانی حتما کمکی میرسد. امام شافعی رحمت الله علیه، محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 هجری، میگوید اگر کسی با دزدی و بدمعاشی، من کابر فی المصر باللصوصیه، کابر یعنی بدمعاشی میکرد، تکبر میکرد، خود را بزرگ فکر میکرد و خانه های مردم را و مردم را در خانه هایشان آزار اذیت میداد، در راه ها، در هر جایی که باشد، چه در شهر باشد چه در قریه باشد، فقط این نفر کمک ایطور بدمعاشی بکند، دیگران را بترساند، خود را بزرگ بپندارد، خود را از قانون بالاتر و بالاتر بپندارد، محارب هست و باید احکام فوق بر او جاری بشه. ابن منذر یک از فقهای بزرگ شافعی هست، میگه الکتاب على العموم وليس لأحد ان يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة. در قرآن کریم عام آمده است، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، سزای کسانی که با الله و پیامبرش محاربه میکنند و در زمین فساد روا میدارند این است. پس آیت قرآن کریم عام آمده است، تعمیم بخشیده، قید شهر و قریه و صحرا و بیابان در آن نیامده است. اگر کسی در شهر یا در قریه یا در بیابان یا در کوه یا در دشت، در وسط شهر، هر جایی که باشد، مردم را ترساند و اموال آنها را گرفت و مسلح بود، این نفر محارب می باشد و باید دولت او را به قتل برساند یا اعدامش کند و یا دست و پایش را ببرد. اقول ولعل هذا هو الارجح لعموم الآیه الکریمه. اقول، من میگویم. در اینجا علامه صابونی قول راجح را بیان میکند و انشاءالله قول راجح هم همین است که ولو یک عده، یک چند نفر، یک باند اصابه که در اینجا آمده به معنای باند، در داخل شهر هم مردم را میترساندند که اموال و یا جانهای مردم را مورد تهدید قرار میدادند، باز هم محارب هستند، در زمین فساد روا داشتند، دولت مجبور و مکلف است که آنها را قتل برساند و این باندها را از بین ببره و امنیت مردم را تأمین بکند. در غیر آن صورت دولت باید استقبال خود را پیش کند و از کشور فرار کنند و از همان جایی که آمده بودند به همان جا بروند. این بود درس امروز. خلاصه درس را یک بار دیگر تکرار میکنیم. عنوان داشتیم حد سرقه و قطع طریق. آیات کریمه ترجمه و تفسیر شد. آیات 33 تا 40 سوره مائده.
تحلیل لفظی واژه های مشکلی که در این آیات بود توضیح داده شد. فسادن، یقتلو، یصلبو، من خلاف، ینفو، خزیون، الوسیله، نکالن. این کلمات و این واژه ها توضیح داده شد. بر علاوه از آن سبب نزول را بیان کردیم و به احکام شرعی آمدیم. محاربه که احکام قطع و طریق بر او جاری می شود، یعنی به قتل می رسه، این محارب کی هست؟ مذهب امام مالک و امام ابو حنیفه و شافعی را برشمردیم و بالاخره قول راجح گفتیم آن است که اگر کسی در شهر یا در قریه یا در دشت و بیابان در هر جای مردم را ترسان و اموال و ثروتشان را گرفت و جانهایشان را تهدید کرد، چنین شخص محارب هست و باید حتما توسط دولت به شدت مجازات محکوم شود. درس ما همینجا به پایان رسید و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.